خب به نام خدای رنگین کمان، درود و صد درود، در خدمتتون هستیم با یه وبینار دیگه، تجزیه و تحلیل و ترید شاخص دلار امریکا. یه صحبتی خواهیم کرد امروز 15 سپتامبر در با دلار امریکا و اینکه چطوری باش ترید کنیم. و برای دوستان که بار اول از همراه ما هستن، بنده آرا چارکی هستم، از سال 2006 تا کنون در بازارهای مالی فعال هستم، با ما تحلیلگر مشابه و غیره، بنیانگذار و مدیر عامل وبسایت خبری و تحلیلی اکونومیشن هم هستم. ما یه نکته که من همیشه اول وبینار ها عرض کنم خدمتتون و بازم عرض کنم، این که این مطالبی که اینجا گذاشته میشه و عنوان میشه با هدف آموزش، مطالب آموزشی بر اساس اطلاعات گذشته بازار به معنای در واقع حرکت های تاریخی بازار، به معنای حرکت آینده بازار هم، تضمینی برای حرکت آینده بازار هم نیستش و این مطالب نباید به عنوان یک در واقع توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته بشه. دوستانی که برای در واقع در بازار مالی فعالیت میکنن میدونن و آگاه هستن که هر گونه فعالیت در بازار مالی، به خصوص بازارهایی که همراه با اهرم یا همون لوریج معامله میشه، دارای ریسک بالایی هستش. خب بریم ببینیم که در این وبینار در با چی میخوایم صحبت کنیم. اول از همه میخوایم در مورد شاخص دلار صحبت کنیم، که اصلا شاخص دلار چی هست و این و بعد در مورد چه چیزی عواملی صحبت کنیم که باعث شاخص در واقع تغییر قیمت یا تغییر تحول در شاخص ارزش دلار میشه، و بعد ببینیم که اصلا شاخص دلار در شاخص های دیگه چه تأثیری میذاره. به صورت عملی روی چارت ها میریم و بررسی میکنیم، تا در واقع بخش عملیش که در چارت ها میریم بررسی میکنیم که در چارت ها چه خبره، چطوری میتونیم باهاش ترید کنیم و در واقع تاثیرش روی همزمان نگون که اون چارت دیگه چیه. در واقع تمرین عملی هم در نهایت خواهیم داشت. اول از همه شاخص دلار امریکا ببینیم چیه. شاخص دلار که حالا در بروکرهای مختلف در جای مختلف با نمادهای مختلف نامیده میشه، مثل USDIX، USD Index، DXY و حالا نمادها، ولی اینها در واقع DXY، USDX و یا USDIX، در اینجا IX هم داره، US Dollar Index، اینا نام های مختلفش هستن. این در واقع شاخصی هستش که میاد ارزش دلار رو در برابر یک سبدی از ارزهای دیگه اندازه گیری میکنه، که اون سبد شامل 6 تا ارزه توسط یک مؤسسه یا یک صرافی بین قاره، یعنی صرافی بین المللی ایجاد شده به نام ICE و در اونجا در واقع مدیریت میشه، محاسبه میشه و محافظت و نگهداری و در واقع مدیریت این شخص دلار، مدیریت نه اینکه ارزش رو به اون بالا پایین کنن، اینکه اونا رو محاسبات انجام، حالا فرمولش اینجا هستش، اینکه اون محاسبات انجام بشه، درست انجام بشه و مسیر طبیعی باشه، در توسط این صرافی انجام میشه. این سبد مقابل ارزش دلار بس در واقع یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس هست، همونطور که در تصویر میبینید، و ارزش هر کدوم هم نوشته شده که در واقع اینا یک فرمولی داره که در برای این فرمولش هم این پایین نوشتم که 50 ممیز 14 34 81 ضرب در یورو یو اس دی به توان فلان، USD JPY به توان فلان ضرب در GBP USD به توان فلان ضرب در، اینا هر کدوم یه در واقع فرمولی داره که این شاخص دلار بر اساس این فرمولی که اینجا نوشته شده. حالا چیزم بگم که این فرمول و این در واقع مطالب نوشته رو شما میتونید از این کانال، حالا وقتی در وبسایت منتشر میشه، من یه گروه بچه که تو اینستاگرام هستید، من برای بچه گذاشتم اینجا تو قسمت چت، برنگم تو اینستاگرام، برای بچه که در زوم هستید در بخش چت ها گذاشتم یه کانال، یه گروه تلگرام، کانال نمیدونم یا گروه تلگرامیه که اونجا منتشر میشه، لینک های این فایل های پی دی اف هم اونجا منتشر میشه، میتونید اونجا عضو بشید، هم در مورد وبینارها سوالاتون بپرسید، هم که فایل های پی دی اف از اونجا دریافت کنید. خب این در واقع پس شاخص دلار، همونطور که خیلی خلاصه یه بار دیگه تکرار کنم، یک در واقع شاخصیه که یک ارزش دلار رو در برابر این 6 تا ارز محاسبه میکنه. از نظر تاریخی بیشترین ارزش رو در سال 1984 داشته که به 165 رسیده و کمترینش هم در سال 2007 بوده که نزدیک 70 بود. در این چند سال گذشته معمولا بین 90 تا 110 معامله شده، حالا 90 80 89 تا 110 111 در این محدود معامله شده بیشتر. شاخص دلار سال 1973
پایه‌گذاری شد، مبنای ارزشش صده، یعنی اعدادهایی که جمع شد طوری برنامه ریزی شد در همون درصدهایی که عرض کردم خدمتون، که با این درصد و با این اعداد و با اون فرمولی که نوشته بود اونجا براتون، مبنا صد گرفته شد، یعنی شروع شاخص دلار از صده. وقتی زیر شاخص دلار زیر صد میاد، یعنی که ارزش دلار در برابر دیگر ارزها ضعیفتر شده، و وقتی بالای صده، یعنی ارزش دلار در برابر دیگر ارزها تقویت شده. این بالا و پایین بودن دی ایکس وای زیر صد و بالای صده، پس زیر دی ایکس وای وقتی زیر صده، یعنی دلار در برابر دیگر ارزها تضعیف شده، و وقتی که دی ایکس وای یا یو اس تی ایندکس بالای صده، یعنی دلار در برابر دیگر ارزها تقویت شده. وزن در واقع شاخص، اون اعدادی که اونجا شما میبینید، درصدی که براش تعیین شده، درصد اعداد در واقع بر اساس روابط تجاری ایالات متحده با اون کشور هاست. ارزهای کشوری که روابط تجاری قوی تری دارن، مثل حوزه یورو روابط تجاری خیلی قوی تری با ایالات متحده داره در مقایسه با سوئد، مثلا کرون سوئد که هستش، ارزهایی که کشورهایی که روابط قوی تر تجارت اقتصادی دارن وزن بیشتری دارن در شاخص دلار. به عنوان مثال یورو، همونطور که عرض کردم خیلی خدمتتون، در واقع تجارت قابل توجه بین این دو تا قاره هستش، بین حوزه یورو هستش و اقتصاد ایالات متحده، که باعث میشه یورو بیش از 57% تاثیر داشته باشه در معاملات ارزش دلار. اما اینم بگم که ارزهای سبدی که مقابل یورو دلار درست شده، همونطور که میدونید، خب سال 1973 که شاخص دلار ایجاد شد، ما یورو رو در واقع به صورت الانی که بهش میگیم ارز یورو وجود نداشت، و در سال 1999 حالا بعد از اینکه یورو ایجاد شد و یورو ما تقویت شد و به عنوان یک ارز قوی شناخته شد، در سال 1999 بود که یورو جایگزین ارزهای کشورهای دیگه مثل مثل فرانک، در واقع مارک آلمان و در فرانک سوئیس و غیره شد، که اونا قبلا در ارزش دلار ایجاد شد در واقع در شاخص سبد مقابل شاخص دلار بودن. اون موقع دیگه به جای اینا همه رفتن کنار و به جای همه اینها یورو اومد. به همین دلیل با توجه به تغییر تحولاتی که در دنیا ایجاد شده و با توجه به تغییر روابط تجاری و تراز تجاری ایالات متحده با کشورهای مختلف، به احتمال بسیار زیاد در سالهای آینده باید این سبد متحول بشه و به احتمال بسیار زیاد شامل جابجایی، احتمالاً مثلا کرون سوئد، احتمالاً کرون سوئد خارج بشه و به جای شاید دو تا ارز دیگه وارد بشه، مثل یوان چین و مثل پزوی مکزیک. اینا ارزهایی هستن که در برای دور کشورهایی هستن که روابط تجاری بسیار بالایی در سالهای اخیر با امریکا ایجاد کردن، مثلا الان چین که خب بزرگترین شریک اقتصادی ایالات متحده است، بعدش در اروپا الان دیگه ردی دومه و ژاپن ردی سومه، البته ین ژاپن هستش، ولی احتمالاً وزنش عوض بشه و به جای کرون سوئد احتمالاً پزوی مکزیک وارد بشه و این سبد شیشته بشه 7 و یوان چین هم بهش اضافه بشه. این میالا شما ببینید اینجا یه بار دیگه مرور کنم این سبد شیشتایی رو، ببینید کجا رفتیم، این سبد شیشتایی رو ببینید. الان دلار کانادا همچنان خب به عنوان کشوری که با ایالات متحده روابط تجاری بالایی داره باید در سبد جدید باقی بمونه، اما کرون سوئد در برابر در مگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه روابط تجاری بسیار در واقع پایین تری داره تا مثلا حتی فرانک سوئیس. حالا فرانک سوئیس به دلیل شرایط خاصش احتمالا باقی بمونه، ولی کرون سوئد احتمال این که از سبد دلار خارج بشه و به جاش پزوی مکزیک وارد بشه وجود داره، و به این سبد یوان کوریجون یوان چین هم اضافه بشه و این سبد شیشته بشه 7. این تغییرات، یا حتی مثلا فرانک سوئیس هم حذف بشه، شاید این احتمال هم وجود داره، کرون سوئد احتمال حذف شدنش بسیار بالاست. این در واقع شرطی هستش که حالا ما در شاخص دلار داریم و اینکه چطور این ارزهای مقابل برای دلار سنجیده میشن و تعیین میشن به این صورت تعیین میشن. اما
شاخص دلار، حالا جدا از بحث این که ارزش در واقع چه چیزی هست، خود شاخص دلار به عنوان یک نماد به صورتی بسیار گسترده و فراگیر توسط معامله‌گرها و تریدرها و اقتصاددانها برای تعیین وضعیت بازار به عنوان شاخص از قدرت نسبی دلار امریکا در بازارهای جهانی به عنوان استفاده میشه و میتونه یک بینش یه مقدار روشنتری در مورد تاثیر رویدادهای اقتصادی و سیاسی ایالات متحده بر ارزش ارزهای مختلف از جمله ارز ایالات متحده به ما ارائه کنه. حرکت های شاخص دلار میتونه در واقع بر بازارهای مختلف از جمله بازار فارکس، کالاها و نفت و طلا و غیره تاثیر بذاره و سرمایه گذارا معمولا و تریدرها یکی از اون شاخصهای اصلی که باید دنبال کنن برای ترید هاشون و برای سرمایه گذاریشون همین شاخص دلار باید باشه. به خصوص فرق نمیکنه شما چه در بازار فارکس معامله میکنید، چه در بازار کالاها، چه در بازار جفت ارز در واقع رمزارزها یا در بازار سهام، هیچ فرقی نمیکنه. در هر کدوم از این بازارهایی که معامله میکنید در واقع شاخص چارت شاخص دلار براتون مهمه که حالا در ادامه یه خورده بریم جلوتر در شاخص چارت شاخص دلار رو نگاه میکنیم، مقایسه میکنیم با بازارهای دیگه و میبینیم که چطور از نظر عملی میشه باش ترید کرد و باید در واقع در تریدامون استفاده کنیم. حالا یه خورده بریم جلوتر، همونطور که از کردم خدمتتون، بخش تئوری که تمام بشه وارد بخش عملی میشیم، در اون بخش عملی این مسائل رو میپردازیم بهش. اما عواملی که در شاخص دلار تأثیر دارن، عوامل سه تا عامل خیلی مهم، حالا مبناش این سه تا عامل عوامل رو بررسی میکنیم ولی مبانی رو میتونیم این سه تا عامل بگیم، یعنی عرضه و تقاضا، شرایط اساسی بازار و شرایط تکنیکال و عوامل تکنیکال. حالا قبل از اینکه بریم به این سه تا به صورت دقیق‌تر بپردازیم، یه چند تا مسئله رو عرض کنم خدمتتون که نرخ بهره، حالا عواملی که رو دلار تاثیر میذاره بخوام بررسی کنم، یکی از اونها نرخ بهره است. نرخ بهره توسط بانک مرکزی، حالا در ایالات متحده این بانک مرکزی بهش میگن فدرال رزرو، در توسط فدرال رزرو در واقع نرخ بهره تعیین میشه و تاثیر قابل توجهی بر ارزش دلار داره. همونطوری که میبینید مثلا در همین روزهای گذشته این که ارزش دلار داره بالا پایین میشه، همین که حدس میزنن که بانک مرکزی در جلسه هفته آینده خودش مثلا ارزش نرخ بهره رو بالاتر میبره یا پایینتر، همین حدس و گمان هم باعث میشه که ارزش دلار بالا پایین بشه، چه برسه به اینکه خود در واقع بانک مرکزی ارزش دلار رو بالا پایین کنه. همین حدس و گمان ها هم تاثیر داره. سرمایه خارجی میتونه در واقع بر اساس وقتی که فدرال رزرو در واقع افزایش نرخ بهره میده، برای خرید اوراق قرضه ایالات متحده طلبهای بیشتری ایجاد میشه و سرمایه خارجی معمولا جذب میشه، به خصوص سرمایه‌ای که دنبال بازدهی بالاتر در یک سر در واقع از طریق سرمایه گذاری در یک پناهگاه امن هستن. این که میگم سرمایه گذاری در یک پناهگاه امن، شما الان ببینید مثلا الان سود اوراق قرضه ایالات متحده 4.5 درصده. خب 4.5 درصد، 4.5 درصد، 4.3 درصد، حالا من 4 خلاص چی میگم بهش گردش کردم برای درک بهتر مطلب. حالا ببینید مثلا 4.3 درصد، این 4.3 درصد سود خوبیه در مقایسه با شرایط کنونی بازار، چون شرایط کنونی بازار خیلی اعتقاد دارن رکود میشه، خیلی اعتقاد دارن رکود نمیشه. خب اگه رکود بشه ارزش بازار میاد پایین، بازارهای سهام ریسکش الان بالاتره در حالت در واقع در مقایسه با شرایط نرمال اقتصادی، الان شرایط در واقع ریسک بالاتری داره. وقتی که ریسک بالاتری داره، دو نوع سرمایه گذارها معمولا جذب خرید اوراق قرضه میشن. یک سرمایه گذاری که دنبال ریسک کمتری هن، خب این سرمایه گذار معمولا در واقع وقت به خصوص سود اوراق قرضه هم خب سود خوبیه، میگه حالا من 4.5 درصد میرم 4.3 درصد سودم رو میگیرم، ضمن اینکه هیچ ریسکی هم منو در واقع گارانتی شده است این سود من، هم پولم حفظ شده در شرایط ریسکی بازار که معلوم نیست در بازار سهام چه اتفاقی میفته، همین که یه سودی بردم دیگه 4.3 درصدم سود کردم. این در واقع چیه؟ نگاهی هستش که یک سرمایه گذاری که دنبال ریسک کمتری داره. بنابراین وقتی نرخ بهره میره بالاتر، درخواست ها برای اوراق قرضه ایالات متحده و درخواست ها برای دلار، اوراق قرضه به دلار دیگه، به خصوص اوراق سرمایه گذار خارجی اوراق قرضه امریکا میخوام بخرن. اما یه بخش دیگه هم داریم، اونم این که وقتی که سود اوراق بخش اعظمی از در واقع تو صندوق های سرمایه گذاری اگر برید، یک درصدی رو همیشه ما داریم به عنوان وقتی که حالا در جلوتر
در اون روش های ترید با شاخص دلار باز بیشتر بهش اشاره میکنیم، یک چیزی داریم به نام هجینگ، هج کردن. هج کردن یعنی یه جوره تقریبا میتونیم بگیم محافظت کردن از ارزش، در واقع ترید های محافظت کردن از ترید هایی که داریم انجام میدیم در برابر ریسک های بزرگ. صندوق های سرمایه گذاری برای محافظت از این ریسک ها معمولا یک درصدی رو از درصد بالایی رو از سرمایه هایی که جذب میکنن رو اوراق قرضه میخرن. حالا شما فرض کنید که اوراق قرضه ایالات متحده اعتبار بالایی داره نسبت به خیلی از کشورهای دیگه و سود خوبی هم میده، بنابراین خیلی از این صندوق های سرمایه گذاری میان چیکار میکنن، یک بخش اعظمی از سرمایه خودشون رو به خصوص وقتی سود اوراق قرضه ایالات متحده بیشتر میشه میرن، حالا چه صندوق های سرمایه گذاری امریکایی چه صندوق های سرمایه گذاری کشور دیگه، میان چیکار میکنن، خرید اوراق قرضه میکنن میخرن و در واقع اینجوری چیزشون رو در واقع سرمایهشون رو رکورد چیز میکنن، محافظت میکنن. دادای اقتصادی، حالا این برعکس هم هست دیگه، اینطوری دلار تقویت میشه برعکس هم دلار ضعف میشه. مسئله بعدی دادای اقتصادی که باید توجه بکنیم، شاخص اقتصادی مثل رشد تولید ناخالص داخلی، وضعیت اشتغال، احساسات مصرف کننده، دادای تورم، همه اینا میتونن روی ارزش دلار تاثیر بذارن، هم تقویتش کنن و یا ضعیفش کنن. معمولا دادای مثبت اقتصادی باعث تقویت دلار میشه و برعکس دادای ضعیف باعث تضعیف دلار. سیاست های پولی هم بسیار مهمه. حالا ما در واقع سیاست های پولی صرفا، وقتی ما در مورد سیاست های پولی صحبت میکنیم صرفا این نرخ بهره نیستش، نرخ بهره یک بخشی از سیاست های پولی بانک های مرکزی. سیاست های پولی تسهیلی داریم، انبساطی یا انقباضی داریم که میتونه با خرید اوراق قرضه همراه بشه، با خرید سهام همراه بشه، در واقع میتونه عوامل مختلفی داشته باشه، میتونه مثل در واقع نه نرخ بهره رو کم و بیشتر کنه، نرخ الزامات ذخیره ارزی رو کم و بیشتر کنه و مسائلی به این صورت. حالا سیاست های پولی خیلی گسترده است، ما در واقع وقتی در مورد سیاست های پولی صحبت میکنیم پس فقط نرخ بهره نیستش، این سیاست های پولی هم خیلی تاثیر داره روی ارزش دلار، باید حواسمون به اینا باشه. و البته ارزش دلار به دلیل پناهگاه امن بودنش برای خیلی از در واقع سرمایه گذارها باعث میشه که رویدادهای ژئوپلیتیکی که در دنیا اتفاق میفته تاثیر بسزایی روی ارزش دلار داشته باشه. شما اینو در نظر بگیرید که این دقت بفرمایید که وقتی که در واقع ریسک ها در بازار بیشتر میشه، معمولاً ریسک های بازار، ریسک های ژئوپلیتیک در بازار بیشتر میشه، معمولا درخواست برای خرید دلار بیشتر میشه و برعکس. تراز تجاری امریکا بسیار بسیار مهمه. تراز تجاری یا معادل تجاری، حالا در ادامه بیشتر صحبت میکنیم که چطوری میتونه تاثیر بذاره تراز تجاری بالاتر یا پایینتر، چه عواملی وقتی باز میشه که صادرات یا کار وقتی که در واقع صادرات انجام میشه چه اتفاقی میفته، وقتی واردات انجام میشه چه اتفاقی میفته، اینو الان بررسی میکنیم در ادامه، ولی همینجا فعلا به عنوان یه نکته در نظر داشته باشید. در ادامه در موردش بیشتر صحبت میکنیم که واردات و صادرات ایالات متحده چطوری میتونه رو ارزش دلار تاثیر بذاره. مسئله بعدی قیمت کالاهاست. قیمت کالاها معمولا در دنیا بر اساس دلار تعیین میشه، مثلا که طلا رو معمولا قیمتشو وقتی در قیمت بین‌المللی صحبت میکنیم معمولا نمیگن طلا مثلا یک اونس طلا انقدر پونده، میگن وقتی میگن مثلا طلا قیمت شده مثلا 2000 تا ماشي، وقتی میگن طلا قیمت شده 2000 تا 99 و 9 و 99 و 99 و 99 هزار به در هزار به درس ذهن ما میره به کجا؟ یعنی که تقریبا ما میتونیم با قاطعیت بگیم که وقتی میگن طلا شده 2000 یعنی 2000 دلار. کسی نمیگه خب طلا شده 2000 فرانک، 2000 کرون، 2000 ین. این در واقع با قیمت، این همون چیزی که میگیم قیمت کالاها بر اساس دلار معمولا تعیین میشه. تقویت کالاها تاثیر منفی رو دلار میذاره، از بین رفتن، یعنی این هر چقدر دلار تقویت بشه معمولا خب چون با قیمت کالای ضعیف‌تر میشه، حالا اگه کالای قوی‌تر بشه معمولا دلار ضعیف‌تر میشه، یعنی این تاثیر روی دلار هستش، چون خود کالاها هم ارزششون میتونه بالا پایین بشه با توجه به شرایط بازار، مثلا نفت بالا پایین بشه، طلا بالا پایین بشه. مسئله بعدی احساسات بازار. بیشتر از هر چیزی، یعنی بیشتر از عوامل اقتصادی به نظر من، بیشتر از عوامل ژئوپلیتیک، بیشتر از هر چیز دیگری، این احساسات بازاره که میتونه
روی ارزش دلار تاثیر بذاره که ریسک بازار افزایش بده یا کاهش بده. ببینید حالا این احساسات بازار میتونه بر اساس دادای اقتصادی هم بالا پایین بشه. بحث اینه که احساسات بازار، احساس مصرف کننده چه، احساس مصرف کننده اینه که تورم داره افزایش پیدا میکنه یا احساس مصرف کننده که تورم داره کاهش پیدا میکنه. احساس مصرف کننده اینه که در واقع اقتصاد داره بهتر میشه یا بدتر میشه. جدا از این که چه اتفاقی در حال حاضر در بازار میفته، احساسات مصرف کننده برای آینده معمولا میتونه رو بازار تاثیر بذاره و خیلی باید به این مسئله توجه بکنیم. سرمایه گذارا وقتی که دنبال در واقع امنیت هستن و احساس امنیت میخوان بکنن، معمولا میرن دنبال دلار امریکا به عنوان پناهگاه امن و همونطور که در پیشتر عرض کردم به چه دلیل بهش میگن و برعکسش. حالا مسئله بعدی اقدامات بانک مرکزی در کشورهای دیگه است. یعنی ما صرفا نباید به ارزش دلار رو همونطور که از کم خدمتون سبدی در واقع یک سبدی از شاخص دلار، یک سبدی از ارزش دلار در برابر ارزهای دیگه. به همین دلیلم هم تصمیمات بانک‌های دیگه روی ارزش دلار میتونه خیلی تاثیر بذاره. مثلا شما الان ببینید وقتی که بانک مرکزی ژاپن سود و قرضی کمتری میده، معمولا ژاپنیا میرن ین میفروشن دلار میخرن، باعث میشه دلار آمریکا تقویت بشه و اوراق ارز آمریکایی میخرن. حالا اگه شما فرض کنید که ژاپن که مرکز ژاپن بیاد سیاستاش تغییر بده، همونطور که الان سیگنال هایی داره میده که احتمالا سال آینده از اون سیاست نرخ بهره منفی خارج بشن و سود و برن به سمت دادن بهره بالاتر و سود نرخ بهره افزایش بدن. وقتی نرخ بهره افزایش پیدا میکنه، الان سود اوراق قرضه ژاپنی که فروش نیمه، الان اوراق قرضه 10 سال آمریکایی 4.3% اوراق قرضه ژاپنی، اوراق قرضه 10 سال ژاپن روش 0.5%. خب قطعا یه ژاپنی ترجیح میده که بره اوراق قرضه 4.3% آمریکایی بخره تا 0.5% ژاپنی. حالا نیستش، نه اینکه کسی نمیره نمیخره، ولی خب این مسئله خیلی بیشتر اتفاق میفته. حالا اینو شما در نظر بگیرید که اگه اوراق قرضه ژاپن در واقع نرخ بهره در ژاپن افزایش پیدا بکنه و سود اوراق، وقتی نرخ بهره افزایش پیدا بکنه قطعا سود اوراق قرضه هم افزایش پیدا میکنه. سود اوراق قرضه ژاپنی بیشتر بشه، درخواست ها اون اینترست ها برای اوراق قرضه آمریکایی در ژاپن کمتر میشه، بنابراین ین ژاپن در برابر دلار تقویت میشه. وقتی که ین تقویت میشه، تو فرمولی که بیشتر عرض کردم خدمتتون، باعث میشه که فشار رو دلار ایجاد بشه. پس اقدامات بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگه هم با توجه به اون وزنی که در شاخص دلار داره میتونه بالا پایین کنه ارزش دلار رو. یا مثلا تصمیم بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره یا کاهش نرخ بهره هم همین تاثیر رو میتونه در برابر دلار داشته باشه. سفت بازی و شرایط بازار هم یکی دیگه از اون عواملیه که حالا سفت بازی، یعنی حالا اون خرید فروش های مجازی که در واقع ملت انجام میدن، اینها معمولا میتونه رو روند بازار تاثیر بذاره به شرط که عدد بالاتری باشه. یه بحث دیگه هم حالا جدا از سیاست های بانک مرکزی، سیاست های دولته. سیاست های دولت مثل اصلاح های مالیاتی، محرک های مالی، مثلا حالا مثلا بانک مرکزی میاد نرخ بهره رو بالا پایین میکنه و غیره، ولی خب دولت میتونه بیاد بگه آقا مثلا من مالیات هم افزایش میدم یا کاهش میدم. این کاهش یا افزایش مالیات میتونه رو ارزش دلار به صورت مستقیم تاثیر بذاره. بنابراین ما جدا از سیاست های پولی باید سیاست های در واقع دولت رو هم در نظر بگیریم. توجه به این نکته بسیار بسیار مهمه که شاخص دلار در واقع به طور خاص برای اندازه‌گیری ارزش دلار نسبت به سبدهای دیگه طراحی شده که بیشترش هم یوره. بنابراین وقتی که ما اینو میگیم، اینو باید در نظر بگیریم، این به این معنی که رویدادها و تحولات منطقه یورو، همونطور که ما میگیم رویدادها و تحولات امریکا، رویدادها و تحولات منطقه یورو هم تاثیر خیلی شدیدی بر شاخص دلار میتونه داشته باشه. در حالا با توجه به این شرایط که عرض کردم، معامله گرا و سرمایه گذارا هنگامی که میخوان یه تریدی انجام بدن، که حالا در ادامه روی چارت میریم، رو فاز عملی روی چارت به صورت عملی که تجربه میکنیم اونجا بیشتر درمشن با صحبت میکنیم، معمولا شما هر تریدی میخواید انجام بدید، قبل از شروع تریدتون به نظر من باید چارت دلار رو بررسی کنید. یعنی وقتی که از خواب بیدار میشید و روز تریدینگ دیتون، روز معاملاتیتون رو میخواد شروع کنید، اولین چارتی که به نظر من باید به عنوان یک تریدر بهش توجه بکنید چارت دلاره. اما همونطور که عرض کردم خدمتون، عوامل در واقع اقتصادی مهمترین نکته برای خرید و فروش دلاره. یعنی یه اقتصاد قوی
به دلیل ایمنی که ایجاد شده برای در واقع در دلار، ایمنی که قابل درک هم است برامون و باعث در واقع بازدهی بیشتری میشه برای سرمایه گذارا، این باعث میشه که این عملکرد قویه باعث میشه که دلار امریکا در بازه بالاتر اقتصاد، این باعث میشه که دلار جذب بشه، سرمایه گذارا دنبال بالاترین بازدهی هم بالاترین بازدهی در واقع نرخ بازگشت سودشون هستن. وقتی بدونن که نرخ بازگشت سودشون با توجه به تقویت ارزش یک ارز بالا باشه و با توجه به ایمن بودن و اعتبار در واقع دلار، این میتونه درخواستا برای دلار رو از خارج از کشور رو هم کار کنه، افزایش بده و در واقع به عنوان یه پشتوانه قوی ایجاد کنه این مسئله درخواست دلار در خارج از کشور رو به عنوان تقاضای بالا. از طرف دیگه مصرف امریکایی ها، شما وقتی یک کالایی رو مصرف میکنید منجر به واردات کالا و خدمات میشه از کشورهای دیگه که این باعث میشه دلار خارج بشه از ایالات متحده. اگه واردات امریکایی ها بیشتر بشه نسبت به صادرات، تو حساب جاری کسری در واقع کسری خواهیم داشت در ایالات متحده. اما از طرف دیگه یک اقتصاد قوی در واقع همزمان که ما کسری تجاری داریم، در واقع حالا کسری تجاری ایجاد کردیم، دلار بیشتری در واقع فرستادیم بیرون چون صادرات واردات بیشتر نسبت به صادرات داشتیم، الان کشور دیگه دلار بیشتری دارن. خیلی از این سرمایه گذاری خارجی ها در واقع میتونن برای در واقع کس حالا دو... چون کسری تجاری ایجاد شده دیگه، دلار رفته بیرون، حالا ما میخوایم که در واقع کسری تجاری جبران کنیم، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که جذابیت اقتصادی ایجاد کنیم، دلار رو برگردونیم. به این شکل در واقع به این ترتیب در واقع باز هم با این که صادرات کمتر بوده، واردات بیشتر بوده، دلار بیشتر خارج شده، اگر امریکا بتونه که معمولا هم این کار انجام میده بهشت برین نشون بده و شرایط بهتری نشون بده، خیلی از این دلارهایی که به عنوان واردات کالا از کشور خارج شده الان دلاره و اون دیگه به ارز محلی تبدیل نمیشه، دوباره برمیگرده امریکا برای در واقع خرید سهام یا سرمایه‌گذاری تو شرکت تکنولوژی و و و غیره، که این مسئله بسیار بسیار در واقع مهمه، که همین عامل هم یک از عواملی که حالا چون این فرایند ایجاد میشه به خصوص در بخش تکنولوژی، فرایندی که باز وقتی نرخ بهره بالا پایین میشه شرکت های تکنولوژی محور معمولا خیلی سریع ارزش قیمت سهامشون بالا پایین میشه. در واقع نقشی مثل یک نقش موتور محرک داره این بخش مصرف در ایالات متحده، مصرف چه کالا چه خدمات در واقع مثل یک سوخت اقتصادی ایالات متحده است که باعث میشه حتی افزایش واردات هم باعث میشه که در واقع در نهایت اگه درست مدیریت بشه در نهایت باعث افزایش ارزش دلار و افزایش روند اقتصادی کشور بشه و همینا که کمک میکنه اقتصاد خودش رو در حالت رشد نگه داره در این چندین و چند سالی که خیلی از اقتصادها داغون شدن از بین رفتن، باز هم اقتصاد امریکا در حال رشد بوده. حتی ما قبلا مثلا در مورد این مسئله صحبت کردیم که چطور سیاست های ایالات متحده در زمان کرونا برای چاپ دلار باعث شد که دلار تقویت بشه و خیلی از اقتصادها در واقع چی میشه با اینکه دلار داشت چاپ میکرد، دلار جدید ایجاد میکرد، باعث شد که دلار تقویت بشه بازم و خیلی از اقتصادها از بین رفتن و داغون شدن و ضربات خیلی شدیدی خوردن از جمله اقتصاد ترکیه. از نقطه نظر معاملات ارزی وقتی که نوبت به گرفتن یه پوزیشن در برابر دلار میرسه یا خود دلار میرسه، باید عوامل مختلفی رو که دلار ارزیابی میکنن ما با توجهش بکنیم در عنوان یک تریدر. بستری برای اقتصاد جهانیه، اما یک در واقع ذخیره برای تجارت و امور بین المللی هم هستش، در واقع یک ذخیره ارزیه و مثل هر ارز فیات دیگه ارزشش نسبت به در واقع ارزش نسبیش نسبت بر اساس فعالیت اقتصادی و چشم انداز اقتصادی ایالات متحده تعیین میشه. علاوه بر مسائل بنیادی و فنی، روانشناسی بازار، ریسک ژئوپلیتیک هم بر از دلار تاثیر میذاره، که یک مرور خیلی خلاصه از صحبتایی که تا حالا داشتیم. تا اینجا اگه سوالی دارید بپرسید بچه‌ها، اگر نه بریم بررسی کنیم که چطور ما میتونیم دلار رو معامله کنیم. سوالی دارید دوستان؟ اگه سوالی دارید تا اینجا بپرسید. پژمان، محسن، محمد، حمید، علی،
حمید دستتو بالا کردی برای سوال. بچه اگه سوالتون رو میخواید به صورت وایس بپرسید آخر وبینار، اگه میخواید به صورت کتبی بپرسید الان میتونید بپرسید، اگه میخواید سوالتون دست بلند کردید که در واقع سوالتون رو به صورت وایس بپرسید باید صبر کنید تا انتهای وبینار، اون موقع میتونیم در واقع بهتون اجازه بدیم که به صورت وایس هم وارد صحبت گفتمان بشید. خب اگه سوال ندارید بریم در مورد این صحبت کنیم که بچههایی که در کلاب هاوس هستید پرسیدن که آیا روم سیو میشه. خیر، بچه کلاب هاوس صرفا به عنوان در واقع چیز هستش، صرفا به عنوان پخش همزمان هست، به عنوان پخش همزمان هستش. وبینارها توی کانال یوتیوب سیو میشه و همینطور کانال تلگرام که لینکش اونجا به صورت در وب متنش هم به صورت پی دی اف و قابل مطالعه و قابل دانلود در وبسایت ما معمولا میذاریم که اونها میتونید لینکاش از زوم بگیرید. بچه که در زوم هستید هم تصویر میتونید ببینید، هم لینک هایی که اونجا هست و اونجا بیشتر هست میتونید اونجا دریافت کنید. خب تایم یه تقریبا این سولوش 30 دقیقه دیگه، ما 30 دقیقه گذشته وبینار 30 دقیقه دیگه هم مونده. خب پس سوالای ویسی رو میذاریم آخر وبینار، الان صرفا سوالایی که کتبیه بپرسید. خب بریم ادامه بدیم ببینیم که چطوری اصلا باید با شاخص دلار معامله کنیم. ببینید یه مسئله که وجود داره اینه که میتونیم ما استراتژی‌های مختلفی رو در واقع برای ترکیب کنیم با شاخص دلار. اولش که اول خود شاخص دلار، حالا جدا از اینکه چطوری با شاخص دلار معامله کنیم در ادامه صحبت میکنیم، الان قسمت اول چطوری خود شاخص دلار رو معامله کنیم. چون خیلی میگن که خب اصلا من اصلا میخوام خود شاخص دلار رو به عنوان خرید فروش، در واقع دلار رو به عنوان خرید فروش معامله کنم. شاخص دلار در واقع تو مؤسسه تجاری، مؤسسه شخصی، مؤسسه مالی خصوصی به نام مؤسسه تجارت نیویورک، نیویورک بورد آف تریدینگ، بورد آف ترید یا بورد آف تریدینگ همچی چیزی، مؤسسه تجاری نیویورک NYBOT، این هم نماد معاملات نمادشه برای پیدا کردن اسم شرکت. سرمایه گذاره میتونن در از طریق در واقع مؤسسه در واقع یا به عنوان میتونن از طریق صندوق های سرمایه گذاری تو بورس که ETF در واقع هستن، میتونن از طریق اینها دلار رو معامله کنن. حالا ما در واقع تو صندوق های سرمایه گذاری نمادهای مختلفی برای معاملات دلاری داریم که اینها UUP هستش، یه ETF که تغییرات ارزش دلار از طریق قراردادهای آتی USD ایندکس میاد دنبال میکنه، یه صندوق در واقع افزایشی بلومبرگ داریم به نام USDU که یه ETF که دلار امریکا رو در برابر سبدی از ارزهای بازارهای توسعه یافته و نوظهور میاد بررسی میکنه. اینوستکو دی بی یه صندوق نزولی شاخص دلار امریکا داره به نام UDN که خودش در واقع دلار شاخص دلار رو در برابر در واقع میاد میگه که با تضعیف در واقع حالا در برابر این دلار رو میاد در برای ارزهای نوظهور بررسی میکنه و بر اساس حالا ارزش ارزهای بخش به همزمان خواستم به یک سوال پرت شد، دلار میاد با در برابر ارزهای نوظهور میاد بررسی میکنه. اینها حالا اینا ETF های مختلف دلار هستن که شما میتونید بر اساس پس UDN USDU UUP و اینها در واقع مهمترین نمادهای معاملاتی هستن که شما میتونید به عنوان دلار در خود دلار بیت سرمایه گذاری کنید. هر کدوم از اینها یه نقشی ما ایجاد معامله در واقع بازی میکنن. اما اینکه چطور با دلار امریکا در واقع حالا خود دلار ما، این در واقع جواب سوالی بود که اصلا ما شخص دلار خود شخص دلار چطوری معامله کنیم یا خرید فروش کنیم، اما اینکه چطور در واقع با دلار با این شخص دلار امریکا چطوری ترید کنیم. شاخص دلار امریکا در واقع علاوه بر این که حالا میاد محاسبه میکنه وضعیت در واقع ارزش دلار رو در برابر ارزهای دیگه، همچنین یه نماینده برای نشون دادن وضعیت سلامت اقتصاد امریکا.
که خیلی از معامله‌گرا میان از این استفاده میکنن برای اینکه درک کنن وضعیت اقتصادی امریکا چطور. وقتی که ما درک میکنیم وضعیت اقتصادی امریکا چطور، خب میتونیم تو بازارهای سهام، تو بازارهای طلا، نفت، کشور چیزهای مختلف بیایم استراتژی خودمون رو مشخص کنیم. روش شناسایی ارزش دلار معمولا حالا سه تاه، یکی عوامل بررسی عوامل عرضه و تقاضا، بررسی احساسات روانشناسی بازار و مسائل فنی. حالا در ادامه نگاهی خواهیم داشت به این مسائل، بررسی میکنیم که چیه. عامل اول عرضه و در واقع تقاضا برای ارزش، برای مشخص کردن ارزش دلار. ببینید این عرضه و تقاضا، حالا نگاه کالایی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، در قدم اول اگه خاطرتون باشه جلوتر ما وقتی صحبت میکردیم، پیشتر ما وقتی صحبت میکردیم در با تراز تجاری صحبت کردیم، گفتم که تراز تجاری در ادامه توضیح میدیم که چطوری واردات و صادرات باعث میشه که در واقع ارزش دلار کمتر یا بیشتر بشه. شما اینو در نظر بگیرید که تقاضا برای دلار، وقتی که محصولات یا خدماتی رو صادر میکنیم تقاضا برای دلار ایجاد میکنیم. عملا ما درسته صادرات ما بیشتر میشه، عملا در واقع ما باید در واقع خبر منفی باشه برای اقتصاد امریکا و خبر مثبت باشه برای اقتصاد امریکا دیگه. حالا ما این خبر مثبت و خبر منفی صادرات و واردات چه تأثیری الان اینا رو بمیسه؟ وقتی که ما در واقع صادر میخوایم بکنیم در واقع محصولاتی رو، خارجی میخوایم اینو بخرن، برای خریدش نیاز به دلار دارن، در نتیجه برای دریافت کالاها باید دلار پرداخت کنن که این باعث میشه ارز خودشون رو در برابر دلار بیان بفروشن و این باعث تقویت دلار میشه. حالا یا وقتی که باعث در واقع علاوه بر این، وقتی که در واقع اوراق قرضه در ایالات متحده هم تو که از کردم خدمتتون، سودش بیشتر میشه، سود اوراق قرضه بیشتر میشه، این بیشتر شدن سود اوراق قرضه باعث میشه که درخواست ها برای سرمایه گذاری در اوراق قرضه امریکایی بیشتر بشه و همین باعث میشه که در واقع وقتی درخواست ها برای سرمایه گذاری در اوراق قرضه امریکایی بیشتر میشه، باعث میشه که در واقع درخواست برای خود دلار بیشتر بشه، چون با اوراق قرضه امریکایی با دلار بخره. حالا یه مسئله که وجود داره این مثال، حالا وقتی در مورد صادرات هم عرض کردم خدمتتون، وقتی صادرات انجام میشه، در مورد صادرات عرض کردم، حالا در مورد واردات بیاد، وقتی که واردات انجام میشه مردم معمولا چیکار میکنن؟ ما وقتی دلار امریکا داره وارد میکنه، خب این رابطه خرید عرضه و تقاضا برعکس میشه دیگه. دوباره اینجا وقتی واردات امریکا بیشتر میشه، امریکایی‌ها بیشتر میخرن، بیشتر واردات انجام میشه، در ابتدا باعث تضعیف دلار میشه، اما در نهایت وقتی واردات بیشتر میشه، یکی از معانیش اینه که اقتصاد داره چرخش خوب میچرخه. این چرخه خوب چرخیدن در عین حالی که در باعث میشه که درخواستا برای دلار کمتر بشه و دلار تو وضعیت فروش قرار بگیره برای واردات بیشتر، اما یعنی دلار رو بفروشن، اما مسئله دیگه هم ایجاد میشه. شما وقتی دلار رو دارید میفروشی، طرف مقابل داره دلار رو میخره و همین هم دلار با این که داره واردات بیشتر میشه، تاثیر زیاد منفی نمیذاره روی بازار، چون ذخیره پولی با دلاره. از طرف دیگه چون نشون دهنده چرخه گردش و خوب اقتصاد هستش، بازار سهام در امریکا بیشتر میشه و معمولا بهتر رشد میکنه و همزمانی که داره واردات بیشتر میشه و درخواست برای فروش دلار بیشتر، در واقع فروش دلار بیشتر میشه، همزمان درخواست برای دلار هم افزایش پیدا میکنه، به خاطر اینکه میخوان در بازار سهام امریکا سرمایه گذاری کنن، چون یک نشانه ای معمولا برداشت میشه از وضعیت خوب اقتصاد. اما وقتی وضعیت اقتصاد بد میشه، این دوباره عرضه و تقاضا، وضعیت اقتصاد بد میشه، وقتی دوباره به جای اینکه تاثیر منفی بذاره، به عنوان پناهگاه امن در واقع وضعیت اقتصادی، حالا وضعیت بیشتر ژئوپلیتیکی و سیاسی، ژئوپلیتیکی و امنیتی بد میشه، دوباره دلار به عنوان یه پناهگاه امن درخواستش برش بیشتر میشه و این عدم اطمینان اقتصادی جهانی به عنوان پناهگاه امن میاد عمل میکنه و باعث میشه دوباره دلار بره بالا. مسئله بعدی احساسات و روانشناسی بازاره که خیلی معمولا رو دلار تاثیر میذاره. شما ببینید که وقتی که اقتصاد ایالات متحده ضعیف میشه، مصرف به دلیل کاهش وضعیت کار یا افزایش بیکاری، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، بازارهای سهام هم با احتمال فروش مواجه میشن که میتونه به شکل
بازگرداندن نقدینگی در بازگشت نقدینگی ایجاد بشه. وقتی بازار سهام وضعش بدتر میشه، مردم میان سهامشون میخوان بفروشن برای اینکه تبدیل کنن به پول خودشون، خرید سهام، اوراق قرضه، همه اینا وقتی میخواد فروخته بشه و دوباره برگرده، اینا میتونه رو در واقع رو دلار دوباره به عنوان تاثیر منفی به تاثیر منفی بذاره، باعث کاهش ارزش دلار بشه. مسئله بعدی عوامل فنی. وقتی ما میگیم عوامل فنی، عوامل تکنیکال صرفا نیستن، تکنیکال جزئی از اینه. معامله گرا در واقع وظیفه دارن که عرضه و دلار رو بیان بررسی بکنن. برای همین میان معمولا در واقع رویدادهایی رو که باعث افزایش عرضه و تقاضا برای دلار میشه، باید این رویدادها بیاد بررسی بشه، مثل انتشارات آمارهای مختلف دولتی، دادای اشتغال، دادای تولید ناخالص داخلی و سایر اقتصادهایی که میتونیم به صورت فنی بیایم بررسی کنیم و ببینیم که تشخیص بدیم که آیا قدرت دلار داره تضعیف میشه یا اقتصاد داره در امریکا قوی تر میشه و دلار میتونه بیشتر بشه یا نه. علاوه بر همه اینها در بحث فنی ما باید اینام در نظر بگیریم که دیدگاه بازیگران بزرگتر تو بازار بسیار مهمه، ضمن اینکه احساسات عمومی اقتصادی رو باید در نظر بگیریم، بانک‌های سرمایه گذاری رو باید در نظر بگیریم و مبانی اقتصادی عرضه و تقاضا رو. اما برای در واقع تقویت این ترکیب، در واقع این پیش بینی ها، معامله‌گران وظیفه دارن که الگوهای تاریخی ایجاد شده توسط عوامل فصلی رو بیان در مثل سطوح حمایت، سطوح مقاومت و غیره، بیان این الگوهای تکنیکال در چارت‌ها رو هم بیان چیکار کنن، بررسی کنن و قبل از یه تصمیم گیری مهم حتما سعی کنن از اینا هم استفاده کنن. اما عواملی که باعث افزایش و کاهش دلار میشه و نکته پایینی رو هم میگم، بعدش میریم روی چارت ها و پرسش پاسخ شما. عوامل مختلف میتونن تاثیر بذارن روی ارزش دلار. اگه در واقع تقاضا افزایش پیدا بکنه یا کاهش پیدا بکنه، در واقع تقاضا و دلار زمانی افزایش پیدا میکنه که طرف های بین المللی مثل شهروندان خارجی، بانک های مرکزی خارجی و مؤسسات مالی خارجی دلار بیشتری رو علاوه بر بازار داخلی اونا به خارجی بیان دلار بیشتری رو تقاضا کنن. تقاضا برای دلار معمولا زیاده، در واقع دلیل اصلیش هم اینه که به عنوان پناهگاه امن یا ذخیره ارزی، یعنی خیلی از ماها چه در ایران چه در ترکیه، خیلی از کشور در حال ظهور، اقتصادهای نوظهور به خصوص، وقتی میخوایم پولمون رو ذخیره کنیم، یکی از مهمترین انتخاب، یکی از اولین انتخاب هامون دلار امریکاست. یعنی وقتی میخوایم پولمون رو به صورت نقدینگی نگه داریم، نه سهام بخریم ولی میخوایم یه پولی نگه داریم، معمولا سعی میکنیم پول لیر یا تومان یا چه میدونم یوان اینا نگه ندیم و اون رو به صورت دلار نگه داریم. ولی خب باید حواسون به نرخ تورم، کسری تجاری و ثبات سیاسی هم در واقع در امریکا باشه که در چه دوره‌ای هستیم که ثبات سیاسی به چه صورته. ترکیبی از تورم بالاتر، سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو و درخواست‌های جهانی برای در واقع بازدهی اوراق قرضه، همه اینا میتونن در واقع به تقویت دلار کمک کنن. اما دلار قوی همیشه خوب نیست. دلار قوی علاوه بر اینکه خب به معنی اینه که در واقع ارزهای دیگه ضعیف شدن و تضعیف شدن، فشارهای تورمی و نوسانات بازارهای مالی رو تشدید میکنه و این همیشه به معنی خوبی نیستش و در واقع تا زمانی که دلار کاهش پیدا نکنه نمیتونیم رو کاتالیزورهایی که برای بهبود پایدار در واقع در دارایی های پر ریسک داره، برای بهبود پایدار اونها امیدوار باشیم. بعد از اینم باید در نظر داشته باشیم که برای سهام، برای بازار سهام ایالات متحده دلار قوی زیاد خبر خوبی نیست. چرا؟ چون دلار قوی تر باعث میشه که توانایی و قدرت خرید برای کسایی که میخوان تو بازار سهام ایالات متحده سرمایه گذاری کنن، خارجی ها، قدرت خرید سرمایه گذاری اونها پایین بیاد. بنابراین دلار قوی همیشه اون چیزی نیستش که چه در واقع حالا فعالین بازار در واقع در بازار در ایالات متحده چه در خیلی از کشورهای دیگه دنبال باشن که در واقع دلار قوی باشه. یعنی دلار قوی چیزی نیستش که اونها دنبالش باشن. اما عواملی هم داریم که میتونه دلار ضعیف کنه، مثل در واقع ما اینو میدونیم که کلن کشورهایی که پایه‌های اقتصادی ضعیفی دارن یا دولت ناکارآمدی دارن،
عرض ضعیفتر هم دارن دیگه. یه عرض ضعیف هم میتونه سطوح در واقع بالای نابرابری در ثبات سیاسی، سطوح بالای فساد، بدهی عمومی و کسری تجاری ایجاد بشه. یعنی عواملی که اینا عوامل مختلفی که میتونن یک ارز رو باعث بشن که هر ارزی ارزشش کاهش پیدا بکنه، اینا همون عواملی هستن که باعث میشن ارزش دلار امریکا هم بتونه کاهش پیدا بکنه. پس بی‌ثباتی سیاسی، سطوح بالای فساد، بدهی عمومی و کسری تجاری هم میتونه این عوامل رو ایجاد کنه. اما نکته پایانی قرار است که روی چارتا باید توجه داشته باشیم بین احساسات بازار و عوامل فنی مثل داده اقتصادی که ممکنه برای یک معامله گر در واقع خیلی مهمتر باشه. توجه به نمودار شاخص دلار برای ارائه یک نمای کلی از وضعیت بازار و تغییری که در نرخ دلار در برابر سایر ارزها هستش باید میتونه مفید باشه. این نگاه کلی به چارت و الگوهایی که میان، الگوهای تکنیکالی که میاد در واقع شکل میگیری، اینا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در روش تحلیل بازار. من سعی میکنم وبینار آینده در مورد الگوهای فنی و شمی هم بیشتر توضیح بدم. خب اگر تا اینجا سوالی دارید بچه ها سوالتون رو بپرسید. بچه که سوال دارین تا بعدش بریم روی چارت ها. من همزمان چارت رو، خب همین درخواست چیز داده بودی کجا بود؟ همین دستتو باید بلند کنی، دستتو بلند کن من ببینم کجا باید کنم. باید دستتو بلند کنی. خب من به درخواست چیزتو، خب حالا میکروفونتو باز کن، سوالتو بپرس. حمید میکروفون تو باز کردی؟ صدا من هست آرا جان. سلام، آره صدات هست، حالا بگو. سلام عزیزم، خسته نباشید. حمید سوال تو بپرس. بسیار عالی. ببین آرا جان، من در مورد شاخص دلار خیلی مطالعه کردم و حتی اون سبد وزنیش و همه اینا رو میدونم. منتها این نکته ریز از اینجا هستش که اگر ما از سمت دلار، از سمت یورو که اخبار اعلام میشه یا اخبار اون شیشتای دیگه کلا اعلام میشه، تأثیر میذاره روی شاخص و شاخص رو تغییر میده. اما چجوری میشه موقعی که ما دو یه پارامتر، یه سمت دلار داریم یه سمت اونای دیگه است دیگه، که خب وقتی که اون وزن تغییر میکنه روی نمودار، روی معادل کلی ما هم تغییر حاصل میشه. چه موقعی هستش که تغییر ما در سمت راست معادله که اون 6 تا تغییر نداریم ولی میبینیم شاخص خودش بالا پایین داره میشه؟ آیا علتی غیر از این 6 تا هم علت دیگه هم هستش؟ اینا میتونن از هم تفکیک بشن؟ اوکی سوالت متوجه شدم. ببین حمید، همونطور که جلوترم هم عرض کردم خدمتون، عوام ببین من یه بار دیگه بزین چهار تا من یه بار دیگه بزین چیزو بیارم، فایل پی دی اف رو بهت نشون بدم. آره جان، من یه نکته دیگه هم بپرسم که رب به همین دوتاش با هم میکسش کنی ببین جوابشو. این که بین خود دلار و شاخص دلار تفاوت وجود داره، چون شاخص دلار یه ماهیتی داره از یورو و فلان اینا داره نشأت میگیره ریشهش، ولی خود دلار داره از آمریکا و اتفاقات آمریکاست. آیا این دوتا با هم متفاوته یا 100% مثل همه، خود شاخص درست. دلار، خود دلار آمریکا؟ خیلی ممنون، آره مرسی. متوجه شدم. خب آره میکروفون تو لطفا پس ببن که دوچار سوال چیز نشیم. سوال ببین، سوال اول در مورد این که اولش که از سوال دومت شروع کنم، این که آیا شاخص دلار با دلار متفاوت؟ قطعا متفاوته. ارزش دلار، ببین ارزش یک ارز، آی جان شیبت به سوال شما هم میرسیم. ارزش یک ارز، ببین ارزش یک ارز در چیز در واقع اقتصاد عوامل مختلفی هستن که ارزش این ارز رو تعیین میکنن. یعنی ما میگیم که خب این ارز اینجا کجا بود، من سعی کنم اینجا پیدا کنم. ببین اینجا، ببین گفتم که ببین ثبات سیاسی، سطوح بالای فساد،
حالا سطوح حالا ثبات یا عدم ثبات سیاسی، سطوح بالا یا پایین بودن فساد، بدهی عمومی، کسری تجاری، اینا عواملی هستن، یا نرخ بهره، اینا عواملی هستن که باعث میشن ارزش خود دلار، ارزش خود ارز، حالا اون ارز میتونه دلار باشه، بالا یا پایین بشه. یه وقتایی هستش که ما میبینیم در امریکا اتفاقی نیفتاده است. ببینید شما شاخص چارت دلار، حالا من رو چارت هم میریم، یه وقتی میبینید که در امریکا اتفاقی نیفتاده، دلار خودش کم و زیاد نشده، اما شاخص دلار بالا پایین شده. ببینید یه چیزی به نام شاخص دلار داریم، یه چیزی داریم به نام خود دلار. دلار، ارزش دلار با توجه به اقتصاد امریکا، با توجه به داده اقتصادی امریکا میتونه بالا پایین بشه، اما این به معنای، اما وقتی که ما اینو میبینیم که، مثال دارم میزنم، ببینیم مثال مثلا دیروز اتفاقی که افتاد در بازار، ما این چه اتفاق افتاد؟ بانک مرکزی اروپا ارزش نرخ بهره رو 25% افزایش داد. قاعدتا باید در واقع چه اتفاقی می افتاد؟ قاعدتا باید، این قاعدتا که این اتفاق افتاد، یورو تقویت شد، اما در برابر دلار نه، یورو خودش تقویت شد، در برابر پوند تقویت شد، در برابر ین ژاپن تقویت شد، در برابر یوان چین تقویت شد، اما در برابر دلار ضعیف شد. چرا؟ چون درخواست ها مثلا برای یورو 5 تا رفت بالا، با توجه به شرایط اقتصادی امریکا و داده اقتصادی که از امریکا اومد، درخواست ها برای دلار 10 تا رفت بالا. برای همینم شاخص دلار با اینکه در واقع باید 15 تا میرفت بالا، 5 تا میومد پایین، برای همین نتیجه شد 10 تا رفت بالا، شاخص دلار مقدار رفت بالا. این یعنی تغییر و تحول در شاخص دلار به معنای تغییر و تحول صرفا در دلار نیست، به معنای تغییر و تحول بخش های مختلفه. یعنی عواملی که میاد روی دلار تاثیر میذاره، عواملی هستن که جدا رو دلار میتونه تاثیر بذاره، اما عواملی که رو شاخص دلار تاثیر میذاره، ما خیلی وقتا دیدیم که رو در واقع در امریکا اتفاقی نیفتاده، داده اقتصادی مهمی از امریکا نداریم، اما چون از اروپا داده اقتصادی مهمی داریم، میتونه چیکار کنه؟ تغییر کنه، در واقع باعث بشه که شاخص دلار بالا پایین بشه. بنابراین ما برای تحلیل چیز، بنابراین ما عواملی که اینجا ما داریم، برای همین هم بس که عواملی گفتم که عواملی که روی در واقع ارزش دلار تاثیر میذاره، عوامل مختلفی هستن. حالا این عوامل میتونه عرضه و تقاضا باشه، این عرضه و تقاضا خودش در کشورهای مختلف، کنیم در وقت بانک های مرکزی، مثال بانک مرکزی ژاپن، من به چی زدم؟ گفتم بانک مرکزی ژاپن میاد افزایش ارز چیز میده، اوراق مثلا الان مثال بانک مرکزی ژاپن من یه بار دیگه مرور کنم. ببینید بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده که احتمالا در سال آینده بره به سمت خروج از نرخ بهره منفی. خروج از نرخ بهره منفی، الان سود اوراق قرضه 10 ساله ژاپنی هولوش 0.5%، سود اوراق قرضه 10 ساله آمریکایی 4.3%. اگر بانک مرکز ژاپن افزایش نرخ بهره بده، یعنی خارج بشه از نرخ بهره، سیاست نرخ بهره منفی باعث میشه سود اوراق قرضه ژاپنی بره بالاتر، بدون اینکه در آمریکا اتفاقی بیفته، ارزش شاخص دلار کمتر میشه. چرا؟ چون وزنی که ین داره، وزن حالا چند درصدی الان نگاه میکنیم، وزن ین اینجا 13.6%، وزن بعد از یورو بیشترین وزن داره. وقتی ین تقویت بشه، ین ژاپن تقویت بشه، این باعث میشه شاخص دلار بیاد پایین، بدون اینکه تغییری در خود دلار ایجاد شده باشه. خب چرا؟ چون باعث میشه که چرا، حالا این چطوری ایجاد میشه؟ این باعث میشه خود ارزش دلار رو هم رو بیاره پایین‌تر. چرا؟ عواملی که ایجاد میشه اینه که درخواست‌ها، وقتی سود اوراق قرضه ژاپنی بره بالاتر، درخواست‌ها برای اوراق قرضه آمریکایی میاد پایین‌تر، به خصوص الان که ضریب اطمینان اوراق قرضه ژاپنی تریپل ای، ضریب اطمینان اوراق قرضه آمریکایی دابل ای پلاس، یعنی پایین تر از اوراق، ضریب اطمینانش پایین تر اعتمادش. اینها به این صورت هستش که، یعنی دلار امریکا رو، شاخص دلار رو ما وقتی می‌خوایم تجزیه و تحلیل کنیم، صرفا این نیستش که ما بگیم دلار، داده اقتصادی امریکا رو بیایم بررسی کنیم، یا بیایم اینا، عوامل میتونه در واقع ترکیبی باشه از هر دوتای اینها. فکر میکنم جواب هر دوتا سوالتو تونستم بدم یا نه. اگر جواب سوالتو تونستم بدم، حمید من خبر بدم. خیلی خیلی ممنون، چون اینجور که شما پاسخ دادی تا حالا من هیچ جا نشنیدم. من سالها تو این بازار هستم، سابقه هم زیاده حقیقتش بگم. من چیزی که الان برداشت کردم از حرف شما اینه که
ما به جای اینکه بگیم شاخص دلار، بهتر نیست بگیم که نرخ نسبی دلار، چون این در واقع اینجوری که شما میفرمایین این شاخص دلار خود دلار نیست، یه چیز دیگه است. حالا بعضی موقع منطبق میشه بر خود دلار، بعضی موقع منطبق نیست و راه خودشون میره. و چرا؟ چون با نسبت به چیزهای دیگه داره مقایسه میشه و با یک ثبت و معادلات وزنی دیگه داره سنجیده میشه. این فکر میکنم که این یک اشتباه رو در خیلی جاها به وجود آورده که این دوتا رو یکی میبینن. جایی که تناقض به وجود میاد خودش داره نشون میده. آیا قطعا معیار دو... هست؟ بله. آره قطعا دوتا یکی نیستش. و حتی من ببینید، من اینجا در اینجا شاید شما دیرتر رسیدید، من اینجا من تو توضیح دادم که ببینید بله. شاخص دلار ارزش نسبی دلار هست در برابر این 6 تا ارز. اما با توجه به این که حالا این 6 تا ارز اون موقعی که ایجاد کردن در واقع ایجاد کردن دلیلش چی بود؟ دلیل وقتی که ایجاد کردن بر اساس در واقع چی میگم بهش، بر اساس میزان در سال 1973 بر اساس میزان روابط تجاری امریکا بود با کشورهای دیگه. حالا چون روابط تجاری امریکا الان با سال 1973 خیلی عوض شده، همونطور که در سال 1999 شاخص دلار ازش مثلا میگم در واقع مارک آلمان حذف شد و به جاش یورو اومد، همینطور در سالهای آینده احتمال اینکه کرون سوئد حذف بشه و به جاش پزوی مکزیک وارد بشه و به این شش این سبد 6 تا تبدیل بشه به 7 تا و یوان چین هم بهش اضافه بشه بسیار زیاده. پس شاخص دلار ارزش دلار نیست، شاخص دلار ارزش نسبیه. ببینید اینجا من اینجا توضیح اینجا داریم که اصلا شاخص دلار چیه. این اندازه همونجا اندازه باز میخوام صحبت قطع میکنم. ببین، من کاملا به شاخص دلار آگاهم از زمان بلتون وودز که اتفاق افتاد و بعد زدن زیر میز دوباره دلار بر مبنای 35 دلار، طلا 35 دلار اومدن اعلام کردن و بعد دیدن سرشون کلا رفته و این همه رو بذاریم کنار. من چیزی که تناقض اینجا من از حرف شما کامل درک کردم این بود که خود دلار یه ماهیت جداست، شاخص دلار جداست. قطعا همینطور. آره، این خیلی عالی بود برای من. آیا برای خود معیار دلار که ما خود دلار رو بفهمیم چیه، حالش چجوریه، برای اون چی؟ این شاخص یک نسبیه به قول شما از اون سبد پوند و کرون و فرانک و اینا همه هستش، اونو میذاریمش کنار. آیا برای خود دلار که حال آمریکا معلوم بشه چیه؟ چون این حال نسبیش با نسبت به ارزهای دیگه است، ولی خود وضعیت دلار رو بخوام بفهمیم الان چطوره، کجای کاره و اونو بتونیم تحلیلش بکنیم، برای این چیزی هست شاخص خیلی دقیق تر که بشه منطبق بر خود دلار. مرسی ازت. اون دیگه شاخص نیست، میشه ارزش دلار. ارزش دلار هم میاد سنجیده میشه بر اساس سنجش در واقع ارزش دلار هم میاد سنجیده میشه بر اساس دادهای اقتصادی که در امریکا داریم دیگه. این دادهای اقتصادی که امریکا رو شما میتونید بررسی کنید، دادهای اقتصادی بالاتر، دادهای اقتصادی بهتر، حالا با توجه شرایط مختلف میتونه تاثیر بذاره. یعنی خودش یه اون دیگه دماسنجی نداره، یعنی این نه دماسنج خاصی نداره. میگم که ارزش داره اونو شما مثلا به مثلا یه کاری که میتونید بکنید بر اساس ETF ها. ببینید من یه چند تا ETF اینجا معرفی کردم، یه بار دیگه من اینو شیر کنم فکر میکنم باید. ببین من چند تا ETF، حالا بعدا سعی میکنیم فایل PDFش رو بذارم رو وبسایت که بخونید فایل کجا بود این ETF هایی که ببین اینجا خود شاخص خود دلار رو میخوایم در واقع معرفی کنید. حالا میتونیم بگیم که حالا خود بازم دلار نیستش، اینجا دلار رو بازم در برابر چیزهای دیگه اومده سنجیده که بخواید معرفی کنید. S&P چند تا 500 میتونه شاخص خوبی باشه براش؟ چی باشه؟ S&P 500 مثلا. نه، ببین شاخص، نه ببین ببین شاخص دلار، ببین شاخص دلار تست رابطه داره با اس ام پی 500 در مواقع مختلف، رابطش هم بعضی مواقع رابطش همسو، بعضی مواقع رابطش متضاده. ولی اینکه بگیم که اس ام پی 500 بالا پایین میشه به معنی خبر خوب باید، یعنی یه چیز چی میگم بشه یک حکم ثابت بدیم همچین چیزی وجود نداره. الان بذار من رو چارت نشون میدم بهتون اینا. ولی خب خود در واقع خود دلار رو بخواید معرفی کنید از طریق ETF های مختلف میتونید معامله کنید. اینا هستش USDU, USDN و UUP، اینا در واقع ETF های مختلفی هستن که خود دلار رو میتونید معامله کنید. خیلی خب، بسیار امیدوارم دوستاشم به سوال جواب داده باشم حمید. اگه بچه های دیگه، من فکر کنم یه سوال دیگه آیه جهانشاهی داشت.
در مورد سوال ببینید مطرح که با توجه به تحرکات منطقه آیا آینده رشد دلار رو چگونه میبینید؟ ببین آیه جانشایی، ما الان واقعش اینه که وبینار امروز در مورد خود تحلیل خود در واقع آموزش استفاده کردن از شاخص دلار، نه حالا تحلیل امروز وضعیت دلار. تحلیل امروز وضعیت دلار تو بروز رسانی های در واقع تحلیل امروز وضعیت اقتصادی رو تو بروز رسانی که ما صبح تو اینستاگرام میذاریم رو میتونید یا تو یوتیوب میتونید ببینید. در حال حاضر حالا چون بخوایم وارد اون بحث بشیم، راستش از چیز از موضوع امروزمون خارج میشیم. حالا در آخر یه چند دقیقه دیگه اگه فرصت شد با سعی میکنم برگردم به سوال جواب بدم. اما ببینید من یه بار اینجا بریم ببینیم ما اینجا در واقع اینجا من اینو اضافه کنم US dollar. US dollar index. این شاخص دلاره. خب این الان بچه به من روی چیز نشون لطفا بگید که اگه تصویر واضحه چارت رو میتونید ببینید یا نه، تاییدیه من بدید که تصویر واضحه، من مطمئن بشم که تصویر واضحه و بتونیم صحبت کنیم. این خب ببینید این چارت دلاره. خب ما اینو فرض کنیم که چارت دلار، اینو به عنوان چارت دلار دارن، یعنی فرض کنیم که نه، خب چارت دلاره دیگه. این الان من رفتم روی طلا، کجا رفت چارت دلار؟ US dollar index. خب این چارت دلار. حالا ما اینو ببینیم، الان بیایم اینو مقایسه کنیم با چارت های مختلفی که ما داریم. بیایم اینو خب من چارت دلار رو، این چارت دو، این پایین گوشه چارت دلاره. خب من یکی یکی اینجا بزرگ کوچیک میکنم اینو ببینیم. این چارت دلار، چارت دلار رو تو نمای چارت دلار رو بیایم تو در واقع نمای روزانه ببینیم، دیلی. این نمای روزانه چارت دلار، نمای روزانه چارت دلار میبینیم که الان از ماه جولای، یعنی از ماه ششم، روند یه روند صعودیه، دلار داره افزایش پیدا میکنه. خب حالا ببینیم که تو این 6 ماهی که دلار داره افزایش پیدا میکنه اتفاقایی که افتاده برای دیگرها چطور بوده. این طلا، این نفته، این نفته، بریم چارت روزانه نفته ببینیم. این چارت روزانه نفت در 6 ماه گذشته از جولای که در نظر بگیریم، از جولای در نظر بگیریم، نفت هم در 6 ماه گذشته یه روند تقریبا صعودی داشته. رفتم در 6 ماه گذشته تقریبا چی داشته؟ روند صعودی داشته. به صورت در واقع به صورت در واقع چیز به صورت سنتی اینطوریه که دلار وقتی تقویت میشه نفت باید ضعیف بشه. اما گفتیم که برای وضعیت در واقع دلار عوامل اینطوری نیستش که ما بیایم بگیم که خب هم این سوالی که الان داشتیم در مورد جوابی که در مورد داشتم به سوال حمید هم میدادم، عوامل بالا پایین شدن ارزش یک چیز یک ثابت نیست. دلار، شاخص دلار اومد تقویت شد، دلار در ماه‌های گذشته درخواست برای دلار بیشتر شد، نسبت دلار، تقویت دلار به شاخص‌های دیگه بالاتر بود. اما اینو ما باید در نظر بگیریم که شاخص دلار یعنی ارزش نسبی دلار به دیگر ارزها از 110 111 چند ماه قبل کاهش پیدا کرده به 103 104. این یعنی که نسبت ارزش دلار اومده کاهش پیدا کرده. این کاهش نسبت ارزش دلار همراه بوده با داده های اقتصادی نسبتا خوب در ماه های گذشته، یک، و از طرف دیگه میگم نسبتا خوب، نسبتا بد در کشورهای دیگه، ولی اومده این داده اقتصادی یک کنار، اما سیاست هایی که اعمال شده در اوپک
مثل در واقع چی، سیاست هایی که اعمال شده در اوپک، مثل اتفاقی که مثلا اوپک اومد چیکار کرد، اوپک اومد تصمیم گرفت با بیاد رقابت کنه، یعنی تغییرات چی میشه ژئوپلیتیکی وجود داشت، اوپک اومد تصمیم گرفت رقابت کن، مقابله کنه با شرایط چیز، با شرایطی که در بازار هست، دید وضعیت اقتصادی داره کم بد میشه و درخواستها برای دلار داره ضعیف میشه، اومد چیکار کرد، اومد ارزه رو کاهش داد. پس وقتی ما میگیم در واقع، وقتی ما میگیم که در واقع تحلیل کنیم که وضعیت بازار رو، یا مقایسه کنیم که داریم ببینیم چه چه اتفاقی میفته، این تحلیل و مقایسه صرفا و همیشه در واقع بر اساس چیز نیست، صرفا و همیشه بر اساس داد و اقتصادی نیست، بر اساس اون تاثیرات ژئوپلیتیک هم که بود اونم باید در نظر بگیریم. اما بریم ببینیم که خب مقایسه کنیم اینو در 6 ماه گذشته با طلا. طلا حالا این نقره است، طلا، این طلا، چارت روزانه طلا رو در نظر بگیریم، طلا چارت روزانش ببینیم با طلا چطور بوده. طلا 6 ماه گذشته، خب این از ماه جون و جولای، در ماه از ماه جون و جولای طلا در واقع یک روند نسبی بالا پایین داشته، ولی بیشتر میبینیم که کاهش داشته تا، یعنی از ماه جولای که میبینیم، از جون و جولای که میبینیم بیشتر کاهش پیدا کرده تا افزایش. این کاهش پیدا کردنش به خاطر در واقع کاهش و افزایش پیدا کردنش چند تا عواملی، به خاطر اینه که عوامل مختلفی که باعث کاهش و ارزش، کاهش و افزایش ارزش طلا شدن، عوامل متضادی بودن. مثلا در چیز، مثلا اتفاقی که افتاده چی بود، مثلا الان ما اینجا میبینیم که در چون دلار اومده تقویت شده، تقویت دلار باعث میشه که یک فشاری بیاد رو ارزش طلا وارد بشه، یعنی دلار قوی تر به معنی طلای ضعیف تره. اما همزمان تقویت دلاره، اون عوامله بخوام ببینیم که تقویت دلاره در عواملی که ایجاد بود چی بود، یکی از عوامل چی بود، یکی از عوامل این بود که ارزهای دیگه ضعیف شدن، ارزهای دیگه ضعیف شدن به دلیل فعالیت‌های نسبتاً ضعیفی که در اروپا و امریکا داشتیم، اینا باعث شد که درخواست‌ها برای خود طلا افزایش پیدا بکنه به عنوان پناهگاه امن. پس دلار باعث شد که طلا قیمتش بیاد پایین‌تر، ولی خود طلا به عنوان یک کالا باعث شد که ارزشش بره بالاتر. این ارزش درخواست‌ها برای خود بالاتر رفتن طلا، یعنی فروش دلار خرید طلا، این باعث شد که چی بشه، این باعث شد که اتفاقی که میفته اینجوری، این باعث شد که خود همین مثلا دلار رو چیکار کرد، ارزش دلار یه مقدار اول پایین‌تر، خود همین مسئله طلا رو در برابر دلار در موقعیت قوی‌تری قرار داد و باعث شد که طلا با اینکه فشارهای زیادی اومد بهش وارد شد، بازم زیاد کاهش زیادی نداشته باشه و همچنان روندش یه روند چی بشه، با اینکه مثلا ما دیدیم مثلا الان دلار رو بخوایم مقایسه کنیم، شاخص اینجا ما اینجوری این طلا در 6 ماه گذشته روندش در خونسا با یه مقدار کاهشه، اما دلار چطور بوده، یوس دلار ایندکس چطور بوده، یوس دلار ایندکس روند کاملا صعودی داشته. خب ما اون رو دیدیم، حالا به جای بریم مثلا اس ام پی 500 هم ببینیم به عنوان مقایسه آخر. اس ام پی 500 و چارت روزانش رو 6 ماه گذشته رو ببینیم، نگاهی بکنیم 6 ماه گذشته از جون و جولای. خب از جون و جولای میبینیم که روند تقریبا خونسا با یک گرایش صعودی بود، یعنی الان در جایی هستیم که یه مقدار بالاتر از در 6 ماه گذشته، روند یه روند خونسا و صعودی بوده. این روند نرم و خونسای صعودی به چه دلیل بوده؟ به این دلیل بوده که بانک مرکزی اومده نرخ بهره رو افزایش داده، این افزایش نرخ بهره باعث شد که دلار در ماهای گذشته 6 ماه گذشته دلار تقویت بشه، ولی در این حال چون این رونده افزایش دلار در واقع افزایش نرخ بهره کمتر از خیلی وقت اون بوده و سیاست روانشناسی بازار، یعنی واقعا باز بود از یعنی روانشناسی بازار تاثیر زیادی داشته که مثلا زمانی که انتظار داشت که بازار میومد حساب میکرد که افزایش نرخ بهره بیشتری داشته باشیم، بانک مرکزی به جای 0.5% 25% افزایش نرخ بهره داد، این اتفاق باعث شد که از نظر روانی بازار بیا تقویت بشه، ولی در عین حال زیاد هم تقویت نشد. چرا؟ چون در حال بانک نرخ بهره رفت بالاتر و همین دلیل هم باعث شد که
وضعیت بازارهای سهام ضعیف نشه، ولی تقویت چندانی هم در 6 ماه گذشته نشده. یعنی ما اگه بخوایم در نظر بگیریم تقویت شاید در واقع در حد چند تقویت الان میخوام بگیم در حد 3 تا 4% بوده. این 3 تا 4%، 4 خورده 4.1%، 4.2% برابر با سود اوراق قرضه‌ای که داره میده، که این میاد با همین دلم درخواستا برای افزایش نرخ در واقع افزایش نرخ بهره یا درخواستا برای افزایش نرخ بهره باعث شده که سود اوراق قرضه هم افزایش پیدا بکنه و اون هم در وضعیت خرید باشه. این هم در واقع عوامل وقتی می مقایسه میکنیم به صورت کلی میتونیم اینا رو در نظر بگیریم. برای همین هم هستش که میگم که وقتی که صبح میخواید بیدار میشید و میخواید چارت ترید خودتون رو شروع کنید، اولین کاری که میکنید شاخص در واقع چارت شاخص دلار رو ببینید. به چارت شاخص دلار رو تو چارت های 1 ساعته، این ببینید چارت 1 ساعتشه، به چارت شاخص دلار تو چارت 1 ساعته ببینید دیروز دلار افزایش پیدا کرد. چرا افزایش پیدا کرد؟ چون داده اقتصادی نشون داد که وضعیت با در واقع وضعیت اقتصادی آمریکا وضعیتش یه مقدار بهتر از اون چیزی که انتظار می‌رفت، به همین دلیل هم افزایش پیدا کرد. این افزایش بعد از اینکه یه مقدار اومد بازار تعادل پیدا کرد، اومد به این نتیجه رسید که خب این افزایش احتمال داره باعث بشه که بانک مرکزی نرخ‌های بهره رو برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه داره. به همین دلیل هم نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش این بود که خب پس ما اینجا ببینیم که در واقع S&P 500 US 500 S&P 500 افزایش پیدا کرد، ولی بعد که به این نتیجه رسید که خب این افزایشه به خاطر داده‌های خوب اقتصادی بوده، داده‌های خوب بازار کار بوده، به این معنی که نرخ بهره میتونه مدت زمان بیشتری بالا بمونه، پس چیز شد، پس چی شد، پس باعث شد که در واقع S&P 500 تضعیف بشه. با این حالی که S&P 500 داره تضعیف میشه، چون برعکس US دلار در واقع در حال حاضر داره عمل میکنه، میبینیم که دلار در واقع دلار روند نزولیش اینجا متوقف شده و احتمال داره که در همین سطوح مقدار بالاتر بمونه و در همین سطوح بمونه. حالا باید بیایم ببینیم که این احتمالا تامین محدودا، برای اینکه وضعیت بهتر رو ببینیم، بهتر دلار رو بتونیم بسنجیم، باید صبر کنیم تا چند روز آینده که بانک مرکزی آمریکا جلسه داره و ببینیم تصمیمات سیاست پولیش چی میشه. پس این تغییر و تحولاتی که تو چارت دلار ایجاد میشه خیلی مهمه معمولا برای بازار و کمک میکنه که بازار در واقع بازار رو بهتر درک کنیم، حالا تحلیل کنیم که در بازار چه اتفاقی داره میفته. امیدوارم که به درتون خورده باشه. سوالی اگر در رابطه با موضوع دارید ممنون میشم بپرسید، اگر نه که برگردیم در واقع کجا رفت. اگر سوالی در رابطه با موضوع دارید بپرسید، اگر نه بریم که فراموش نکنید وبینار هفته بعد، وبینار بعدی ثبت نام کنید. تو این کانال یه کانال چیز براتون گذاشتم، همین چون سوالتون رو بنویس لطفا، یه کانالی اینجا گذاشتم، یه گروه گذاشتم توی تلگرام. تو این گروه تلگرامی میتونید در واقع وبینارهای قبلی رو بپرسید، چون وقتمون تموم شده. همین تو این گروه تلگرامی که اینجا هستش یه بخشی هستش که در واقع بخش در واقع جنرال اونجا هستش، واردش بشید اونجا میتونید سوالاتتون رو بپرسید. الان که خیلی طولانی شد و مدت زمان وبینارمون خیلی گذشت، سوالاتتون رو تو اون گروه تلگرامی میتونید بپرسید، یه بخشی داره جنرال، اونجا سوالاتتون رو بپرسید، من حتما به سوالاتتون جواب میدم و مطمئن باشید که اونجا. وبینارهای گذشته رو میتونید ببینید، فایل وبینارهای در واقع لینک مطالعهش رو وبسایت میتونید بخونید، وبینارهای آینده رو اونجا میتونید ثبت نام کنید. امیدوارم به درتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه، تا در هفته بعد که دوباره بتونیم فرصت باشه در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.